بحثمون رو پیگیری بکنیم در همین رابطه با ایلان برمن، معاون اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا. آقای برمن، خب به دور از انتظارها خانم کلینتون موفق شد. برگردیم به اصل موضوعی که شما کارشناس هستید در اون، سیاست خارجی. موضع‌گیری آقای ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتیش به نوعی متحدان آمریکا رو نگران کرد، متحدان اروپاییش رو، حتی ناتو رو. از سوی دیگر شاهد یک رویکرد جدیدی، یعنی بستری برای ترمیم روابط بین آمریکا و مسکو شد. فکر میکنید سیاست خارجی آقای ترامپ چه خواهد بود یا چه تغییری خواهد کرد سیاست دولت جدید آمریکا؟ من فکر میکنم که یکی از سوالای خوب مربوط به سیاست خارجی دونالد ترامپ اینه که خیلی از چیزا دانسته نیست، معلوم نیست. البته گمانزنی‌های زیادی شد در رابطه با اینکه چه موضعی درباره کشور دیگه خواهد داشت، ولی هیچ سیاست ملموسی نیست که بتونی بهش نگاه کنی و در واقع راهنمودی برای ما باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ دیدگاه‌های متفاوتی داره در رابطه با روسیه، در رابطه با روسیه، و ما میدونیم که او دیدگاهی متفاوتی داره در رابطه با بحران سوریه به عنوان نمونه، در رابطه یا در مقایسه با پرزیدنت اوباما. برابر این شما میتونید نتیجه بگیرید که تغییراتی خواهد بود در اینکه چگونه رفتار میشه با روسیه در سیاست خارجی آمریکا، چگونه سیاست خارجی آمریکا در رابطه با اروپا عملکردش خواهد بود درباره مسائل مانند سوریه و ایران. من به خودتون به سوریه اشاره کردید، در مورد مشخصاً مسئله سوریه، بحران جنگی که در اون کشور هست، آقای ترامپ گفته که مشکلی با روسیه نداره که مسئله سوریه رو حل بکنه و با تهران هم، و اولویتش از بین بردن داعش هست، گروه خودخوانده دولت اسلامی. یعنی فکر میکنید در سوریه ما شاهد یک تغییر اساسی خواهیم بود؟ من فکر میکنم که تغییرات درخوری خواهید دید، به این مفهوم که آقای ترامپ این نکته رو روشن کرده که دولت او یه مقدار کمتر در واقع دخالت خواهد کرد در رابطه با درگیری‌های روسیه در سوریه. اولویتش مقابله با داعش خواهد بود، نه سیاست اوباما که این بود که بشار اسد از مسند قدرت کنار بره. بنابراین من فکر میکنم که از سوی دولت اوباما شاهد تمرکز بیشتری خواهید بود روی ثبات و مبارزه با تروریسم تا اینکه یک گذار سیاسی در سوریه انجام بشه. یا توافق هسته‌ای هست که دولت اوباما با تلاش زیادی با ایران به انجام رسوند. آقای ترامپ چند بار گفته که این رو قبول نداره و در رابطه با این توافق انتقادهایی داشت. آیا برجام اکنون با پیروزی آقای ترامپ به خطر افتاده؟ به پایان برجام رسیدیم؟ من فکر می‌کنم که تغییراتی پیش رو خواهد بود در رابطه با سیاست آمریکا در قبال ایران. درجه یا میزان این تغییرات بستگی داره به مقدار زیادی به اینکه چگونه آقای ترامپ برخورد کنه با برجام. من فکر می‌کنم که خیلی از مزایایی که ایران دریافت می‌کنه تا موقعی که آقای اوباما آقای ترامپ تصدی امور رو به دست بگیره یه مقدار زیادی از اون مزایا رو ایران دریافت کرده. حالا باید دید آیا قابل تجدید مذاکره است، آیا این قدرت نفوذی رو داره آمریکا که این کارو بکنه، و اگه نداشته باشه چنین قدرت نفوذی رو چگونه خواهد بود عملکرد کار موقعی که اون زمان این برسه که آمریکا یک سیاستی رو پیشه بکنه برای پسراندن دیگر جنبه‌های سیاست ایران. متحدین آمریکا نه تنها در اروپا نگران هستند، در منطقه هم نگران هستند. ترکیه یکی از اوناست. ترکیه نگران هست اگر رویکرد آمریکا در سوریه عوض بشه برخلاف اون چیزی که ترکیه میخواد. فقط ترکیه نیست، عربستان سعودی در دوره‌ای که آقای ترامپ مبارزات انتخاباتیش جریان داشت چند بار بسیار تند علیه آقای ترامپ موضع گرفتن. در مورد ترکیه و عربستان سعودی چه خواهد شد؟ Well,
من فکر کنم که این سوال خوبیه. فکر می‌کنم که گمانزنی‌های زیادی وجود داره در رابطه با ماهیت اون سیاست‌ها، ولی حقیقت این است که آقای ترامپ وقت زیادی صرف صحبت راجب موضعش در قبال خاورمیانه نکرده، ولی اگه نگاه بکنید به موضعش در رابطه با برنامه هسته‌ای، من فکر کنم که میشه انتظار داشت که در واقع سیاست خارجی اوباما و آقای ترامپ بیشتر کلی راجب خاورمیانه باشه تا اینکه فقط با تمرکز به ایران، و سعی خواهد کرد که در واقع امنیت در منطقه رو از نوع اعاده بکنه. حالا آیا می رود به اینکه کاملا مسیر سیاست‌های خارجی اوباما رو عوض کنه یا نه، اینو هنوز نمی‌دونیم. گفتید که آقای ترامپ خواهد کوشید که امنیت رو در منطقه برقرار بکنه. در تبلیغات هم خیلی گفته بود که می‌خواد اولویتش از بین بردن داعش هست. یعنی به این ترتیب ما می‌تونیم شاهد این باشیم، یا میشه گفت شاهد این باشیم که آمریکا نیرو اعزام می‌کنه برای جنگ با داعش، یعنی این روند فعلی رو می‌خواد تغییر بده و مستقیم برای از بین بردن داعش وارد عمل بشه. من فکر کنم که سوال خوبیه، ولی فکر کنم که زوده که راجبش صحبت کنیم. تصمیم مربوط به اینکه آیا دخالت توسل به نیروی نظامی بشه، نیروهای زمینی، این بیشتر مربوط خواهد بود به اینکه چگونه شکل با رابطه با روسیه شکل بگیره. من فکر می‌کنم اشتهایی وجود نداره برای بالا بردن تنش با روسیه تا زمانی که روسیه به هر حال نوعی دخالت در سوریه داره. من فکر می‌کنم احتمال این رو کم می‌کنه که وقت آمریکا مستقیما در سوریه دخالت بکنه، بعد اجازه میده که ایران بتونه آمریکا در جای دیگه علیه داعش اقدام کنه، از جمله در عراق. چون آقای ترامپ بارها تاکید کرده که انتقاد کرده از رویکرد کنونی دولت آقای اوباما در عملکرد علیه داعش، گفته که بسیار کند هست، سهل‌انگار هست و نتونسته که داعش رو از بین ببره. خب اگر بخواد که تغییر بکنه این سیاست چه خواهد کرد؟ آقای ترامپ چگونه برخورد خواهد کرد برای از بین بردن دولت اسلامی؟ من فکر کنم که روشنه که آقای ترامپ میخواد یک سیاست مستحکمی رو پیشه بکنه، حالا یا نظامی خواهد بود و دید، ولی من فکر کنم که حتما میشه انتظار داشت این که تعامل بیشتری وجود داشته باشه با متحدان منطقه در حال مبارزه با داعش در اطراف سوریه و عراق و همینطور در منطقه به طور کلی. و من فکر کنم که یک جنبه بسیار مهم این مسئله، این استراتژی مستحکم، این خواهد بود که صحبت‌های رک و راست بیشتری باشه در رابطه با وضعیت اسلام رادیکال در منطقه، اینکه آیا بتونه آمریکا پس برونه این مسائل رو. آقای برمن، فقط تنش در اون منطقه نیست، تنش خاورمیانه به اونجا ختم نمیشه. آمریکا در افغانستان هم نیرو داره و آقای ترامپ در مورد پاکستان هم که متحد آمریکا هست صحبت کرده، حتی پاکستان رو چند بار اگر یادتون باشه به خیانت متهم کرد، اینکه پولهای زیادی رو آمریکا صرف اونجا میکنه ولی اونها وفادار نیستن به آمریکا. سیاست آمریکا در پاکستان و افغانستان چه خواهد شد؟ در افغانستان طالبان داره بالا دست، در حداقل در دو سه ماه اخیر تونسته که حدود 7% از مناطقی رو که در دست دولت بودن خارج بکنه. در افغانستان چه خواهد شد؟ در پاکستان سیاست آمریکا چه خواهد شد؟ من فکر می‌کنم که در رابطه با افغانستان و پاکستان مسئله جالبی که آدم مواظبش باشه. من فکر می‌کنم که آقای ترامپ به صورت خیلی صاف و ساده صحبت کرده بیشتر از خانم کلینتون در رابطه با مسائلی که در بطن در واقع پاکستان وجود داره، رابطه با پاکستان، از جمله حمایتشون از عواملی در میان طالبان، و از سوی دیگه خب کمک دریافت میکنه از آمریکا. با توجه به پیشینه کاری آقای ترامپ، من فکر میکنم که این کمتر در واقع مورد استقبال او قرار خواهد گرفت در رابطه با پاکستان و افغانستان. ولی در رابطه با افغانستان من فکر میکنم که بستگی داره به اینکه چگونه اون سیاست ضد تروریسمش رو اتخاذ بکنه. آیا همون طرز فکر پرزیدنت بوش و آقای اوباما رو خواهد داشت، اینکه افغانستان یک مرکز ثقل عمده است در جنگ با تروریسم، و آیا این میتونه در واقع الگویی باشه برای موفقیت در جاهای دیگر؟
اگر کمی اون طرف‌تر بریم در عرصه سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا، هم در ابتدا هم من پرسیدم بسیاری از متحدین آمریکا نگران هستند، ولی یکی از مسائل عمده که در اون منطقه هست مسئله ناتو هست. ناتو رو آقای ترامپ در صحبت‌های تبلیغاتیش زیر سوال برده، اینکه پول زیادی صرف ناتو میشه برای چه کاری. اگر آقای ترامپ بخواد به گفته شما که خودتون اشاره کردید با روسیه به نزدیک بشه، به توافق برسه یا تنش زدایی بکنه، ناتو رو زیر سوال ببره، چه تغییری خواهد کرد اونجا سیاست آمریکا؟ آیا ممکنه ناتو با خطر فروپاشی مواجه نیست؟ من فکر می‌کنم که ناتو در آستانه از هم گسستنه، ولی فکر می‌کنم که ناتو گزینه‌های دشواری در پیش داره. اگر آمریکا در واقع لحن ملایم‌تری بپذیره در رابطه با روسیه، من فکر می‌کنم که این کمک می‌کنه، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که نهایتاً میشه یک سناریویی دید که در آینده روسیه بتونه آزادی عمل بیشتری در اروپای شرقی یا در شرق اروپا داشته باشه. من فکر می‌کنم که میتونه پیامدهای منفی داشته باشه در آینده، ولی چیزی است که طراحان ناتو باید راجبش صحبت کنن. باید صحبت کنن راجع به در واقع قدرت این اتحاد و همینطور راجع به کمک‌های خودشون به اتحادیه ناتو، به خاطر اینکه یکی از عمیق‌ترین چیزایی که آقای ترامپ گفته در رابطه با ناتو این هست که خود کشورهای عضو ناتو به اندازه کافی کمک به امنیت خودشون نمی‌کنن. بنابراین ممکنه یک نقش کمتر فعال آمریکا باشه در ناتو و اینکه در واقع اولویت‌ها رو عوض کنه یه مقدار. آقای بریمن، شما معاون اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا هستید، بدون شک مطالعه کردید در مورد سیاست آمریکا در آسیا، در شرق آسیا به ویژه، مسئله‌ای که بسیاری از کشورها نگران هستند از ادامه اتحاد با آمریکا، مشخصا فیلیپین. رئیس جمهور جدیدش میگه ما بعد از این همه مخارجی که آمریکا اونجا صرف کرده به چین نزدیک بشیم. فکر میکنید که پیروزی آقای ترامپ تغییری در سیاست آمریکا در اون منطقه خواهد داشت؟ من فکر میکنم که در واقع مدیریت آسیا و مدیریت افزایش قدرت چین یک چالشی خود بود، برای خانم کلینتون هم میتونست چالش باشه اگه خانم کلینتون انتخاب شده بود. تحت دولت اوباما در واقع از نظر سیاسی یک تأکیدی شده روی اهمیت آسیا یا خاور دور در سیاست خارجی، ولی در واقع کاملا اجرایی نشده این سیاست و ظن و تردید زیادی وجود داره در رابطه با میزان تعهد درازمدت آمریکا در پس راندن اون توسعه طلبی چین. توسعه طلبی چین داره واقعا افزایش میکنه و ماجراجویی های چین در سیاست خارجی. من فکر کنم آقای ترامپ وقتی تصدی امور رو در دست بگیره، یکی از اولین کاری که باید بکنه این است که تضمین بدهد به اون متحدان در واقع نگرانمون که آمریکا میخواد از اونها حمایت بکنه و همینطور در واقع یه مقدار ماهیت بیشتری بده به مسائل، در واقع گوشت بیشتری دور استخون قرار بده و این رو بگوید که آمریکا میتونه خدمت بکنه به عنوان نوع متحدی که اونهایی که مایل هستن، به خصوص در برابر نفوذ و افزایش نفوذ چین. خب اجازه بدید به شمال آفریقا بریم. در شمال آفریقا دولت آقای اوباما به نوعی با برخی کشورهای اون منطقه سیاستش یا رویکردی داشته که اونها ناراضی بودن. دست کم مثلا مصر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری که حالا کودتا یا هر چی با یک اقدام نظامی تونست که اخوان المسلمین رو از قدرت برکنار بکنه، منتقد بود از سیاست، انتقاد داشت از سیاست آقای اوباما که چرا سعی میکنه که به نوعی اسلامگرایان در اون منطقه بر سر قدرت بیان. در لیبی سیاست‌های ایالات متحده، سیاست‌های مشخصا دولت باراک اوباما بسیاری انتقاد می‌کنند که باعث تقویت گروه‌های بنیادگرای اسلامی شد. در اون منطقه شمال آفریقا آقای ترامپ چه سیاست و رویکردی خواهد داشت؟ آیا مصر می‌تونه از این به بعد نگران نباشه از اینکه آمریکا مخالفت نخواهد کرد با دولت آقای سیسی؟ هیچ سیاست خاص و مشخصی از سوی آمریکا در قبال آفریقای شمالی وجود نداره. همونطور که در واقع
موضع دولت اوباما با مصر و لیبی در موقع مقدار پراکنده بوده عمل کردش. میپرسیم که حالا تحت یه دولت ترامپ چگونه خواهد بود. من فکر کنم که ثبات در لیبی خیلی مهمه، به خاطر اینکه ثبات در لیبی در واقع نشون دهنده اینه که چقدر قدرت داره داعش فراسوی سوریه و عراق. و سوال بعد راجع به این مواضع محلی در آفریقای شمالی علیه اسلامیسم رادیکال هست یا رادیکال اسلامی، که چگونه میشه مبارزه کرد با نیروهای رادیکال اسلامی. من فکر میکنم که جزو اولویت‌های سیاست خارجی دولت ترامپ خواهد بود. خیلی کوتاه به این پرسش هم پاسخ بدید. شما در اکثر پاسخ‌ها گفتید که مشخص نیست سیاست خارجی آقای ترامپ چه خواهد. خیلی کوتاه شما بگید که آیا آقای ترامپ که سابقه مسئولیت سیاسی نداشته، آیا ممکنه که پیروی بکنه از جمهوری خواهان در این زمینه؟ خیلی کوتاه. Well look, I think the old saying in فکر می‌کنم که اون میگم که پرسنل سیاسته، بستگی داره به اینکه کیو وزیر خارجه بکنه، کیو مشاور امور امنیت ملی بکنه، چه کسی رو وزیر دفاع انتخاب بکنه. همه اینا شکل خواهند بخشید به اون سیاست خارجی. من فکر میکنم که به هر حال کار عمده‌ای در پیش رو داره آقای ترامپ.